با سلام به شما اینکه این برنامه رو دنبال میکنید، برنامه دیگری از تقابل هست که امروز با آقایان احوان چیاکو از حزب حیات آزاد کردستان پژاک و کاوه آهنگری از حزب دموکرات کردستان ایران رو حول مسئله قطبندی و آینده سیاسی کردستان داریم. از هر دوی شما عزیزان به خاطر شرکتون در این برنامه سپاسگزارم. همونطور که میدونید اخیراً بحث قرارداد 25 ساله‌ای با چین مطرح شده که در این قرارداد چین قرار چیزی حدود 400 میلیارد دلار روی مسئله نفت، صنایع نفت و گاز و حمل و نقل سرمایه گذاری کنه و ایران کمک بکنه. همچنین بحث اعزام 5000 نیروی چینی هستش در ایران. خواستم ابتدا با شما آقای آهنگری صحبت رو آغاز بکنم. خواستم ارزیابی شما رو و نظرتون رو راجع به این قرارداد و این حرکتی که جمهوری اسلامی آغاز کرده رو بدونیم. حقیقتش این قرارداد به لحاظ تاریخی چیز جدیدی نیست، یعنی یا چون این قراردادهایی میشه گفت که قبلا ها هم در به سابق رژیم های قبلی ایران، حتی قبل از سیستم پهلوی هم در زمان قاجار چون این قراردادهایی بوده، اما این قرارداد یک نوع ویژگی مخصوص به خود داره که میشه گفت که در قراردادهای قبلی رژیم‌های حاکم بر ایران با دولت‌های خارجی نبوده. اونم این که حالا فارغ از این که میزان درصد یا میزان سودی که دولت‌های خارجی می‌برن کم و زیادش با برآورد با اون قراردادهای قبلی زیاد به نظر من جای بحث نیست، ولی در نظر بگیریم که الان وضعیت جمهوری اسلامی، یعنی یکی از نکات شاید خیلی هم مهم این باشه که وضعیت جمهوری اسلامی به ویژه به لحاظ امنیتی به جای رسیده که چین یکی از شرایطش تأمین امنیت پروژه هاش توسط سربازان چینی بوده. یعنی جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته به لحاظ یک همکار استراتژیک یا یار استراتژیک خاورمیانه جمهوری اسلامی، حتی نتونسته در این زمینه اعتماد و به حساب رضایت چین رو جلب بکنه. پس چند هزار سرباز چینی و مأمور چینی حضور خواهند داشت که به لحاظ امنیتی این پروژه ها رو به حساب محافظت بکنن. باز شدن به حساب یا آمدن تعداد زیادی افراد نظامی امنیتی یک کشور دیگه و استفاده از پایگاه های شکاری نظامی جمهوری اسلامی در ایران رو حداقل ما در ایران به اون صورت نه. درست زمان جنگ جهانی دوم ایران اشغال شد، از شمال و از جنوب رسما و علنا اشغال شد، ولی به این شیوه تا این حد وجود نداشته که هم پایگاه های شکاری نظامی ایران در اختیار مثلا یک دو ارتش، البته نه یک ارتش، هم چین هم روسیه هست قرار میگیره، و هم این که حالا در تحت لوای یک قرارداد اما چون این رقم بسیار بالای افراد نظامی امنیتی یک کشور دیگه وارد ایران بشن، من فکر میکنم قطب شرق به طور کلی یا بگیم قطب کمونیستی به این رسیده که وارد یک فاز جدید تقابل با قطب غرب یا بالا با رهبری آمریکا میشه. به همین خاطر من فکر نمی کنم این تنها و تنها یک علاوه قولی که ایرانی ها میگن یک قرارداد ننگین مثلا بین ایران و چین باشه و اینا، یک هم بزرگتر از اینا، یعنی من فکر می کنم کالیبر و سایز این قرارداد میرسه به ژئوپلیتیک منطقه و شاید دورنگاه ها و شاید حتی استراتژی سیاسی نظامی این دوتا قطب، حالا بیشتر آمریکا نسبت به خاورمیانه که چه برنامه هایی داره و اینجا روسیه و چین میخوان با استفاده از جمهوری اسلامی ایران این به تقابل این به حساب برنامه های غرب برن. بله متشکرم از توضیحتون. آقای چیاکو نظر شما رو بشنیم در این رابطه.
بله، ابتدا عرض سلام دارم برای شما شنوندگان و بینندگان محترمتون، همچنین مهمان برنامه‌تون. خب باید دید که چین از بیم چه چیزی، ببخشید ایران از بیم چه چیزی داره به یه چیزی دیگه متوسل میشه، یعنی به چین یا به روسیه. به نظر من باید تا حدود ریشه مسئله رو بهش پرداخت. الان تو خاورمیانه میتونیم بگیم که طرح دیزاین نوین خاورمیانه در دستور کار نیروهای سرمایه جهانی و دو تا نیرو در تقابل همدیگه قرار گرفتن. یک نیروهای سرمایه جهانی که میشه عمدترینشون آمریکا، روسیه، چین و اروپا رو ازشون نام برد، و نیروهای موقعیت پرست و نیروهای مستبد منطقه‌ای که میتونی بگیم ایران یکی از عمدترینشونه. اینا در کنار همدیگه قرار گرفتن و نیروهای جهانی یا بهتر بگیم سرمایه جهانی که آمریکا سردمدارشون هستش، میخواد خاورمیانه رو یه بار دیگه طبق نیازهای اقتصادی و سیاسی خودش دیزاین بکنه. نیروهای مستبد منطقه‌ای یا نیروهای به اصطلاح میخوان ساتوی خودشون رو حفظ بکنن، اینا میگن یا باید تغییری صورت نگیره تو خاورمیانه، قدرت ما همچنان باقی باشه، یا اینکه اگه تغییر و تحولی هم صورت بگیره باید به قیمت از دست دادن اختیارات ما یا قدرت ما نباشه. و ایران و ترکیه که از عمدترینشون هستن دارن مقابله میکنن با نیروهای سرمایه جهانی، و نیروهای سرمایه جهانی هم خب یک دست نیستن، چین و روسیه و اروپا و آمریکا هستن که ایران در تقابل با آمریکا گاهن به اروپا متوسل میشه، گاهن به روسیه و گاهن به چین، و در بعضی از موارد هر سه این نیرو به ویژه روسیه و چین در به اصطلاح کشمکشایی که با آمریکا دارن به اصطلاح پشت ایران رو میگیرن و سعی میکنن که نذارن همه چیز با به میل آمریکا بره، و ایران هم از این استفاده میکنه، یعنی از به اصطلاح ضعفی که ایران داره متوسل میشه به چین، و ضعف‌های داخلی خود ایران هم اگه بهش اضافه بکنیم، در حقیقت ضعف عمده یا پاشنه آشیل ایران مسائل داخلیشه، در داخل با بحران‌های عمده‌ای روبرو شده از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ حفظ و یا کنترل اقتدار خودش، و در این چارچوب متواصل میشه با به هر کسی که بتونه چند سبایی به عمرش بیاد زایه. و اخیراً هم خب میدونیم که با چین هم قراردادهای نوی بسته، همونطور که مهمان برنامه‌تون گفت خب اینا چیزای تازه نیستش، اینا به اصطلاح پی در پی و به صورت متداول همیشه رخ میدن بین چین و آمریکا و بین چین و ایران و بین ایران و روسیه در این چارچوب است. بله، متشکر. آهنگری، در صحبتاتون به دو مورد اشاره کردید، یکی اون بحث حفظ عدم در واقع حفظ اون سرمایه گذاری که باعث شده چین درخواست کنه نیرو اعزام بشه، و به هر حال یک برنامه استراتژیک دراز مدت 25 ساله هستش. آیا فکر نمی کنید اینها کمکی باشه به جمهوری اسلامی برای ثباتش و برای تحکیم و ادامه حیاتش؟ آقای چاکو اشاره داشتن به اینکه بحران‌های داخلی که الان ما همه هم شاهد هستیم، مثلا در 96 و 98 زنگ خطرایی رو داشته، روحانی هم اعلام کرده که اگه بحران‌ها مردم از گرسنگی میان و به هر حال مقابله دولت و جمهوری اسلامی و مردم خواهد بود، آیا این کمکی برای تثبیت جمهوری اسلامی است؟ ببینید، اگه تصور بکنیم که اصلا این قرارداد وجود نداره، تصور بکنیم که اصلا روسیه ای هم وجود نداره به عنوان یک اهرم پشتیبان یا یک دولت پشتیبان، تصور بکنیم که جمهوری اسلامی هم هیچ گونه سرمایه گذاری نمی کنه و فقری که تو ایران هست دو برابر سه برابر این هم پیش میره،
اگر حرکتی، اگر اعتراضی، اگر یک جنبشی عمومی سراسری علیه جمهوری اسلامی در ایران وجود نداشته باشه و رهبری نشه، پس چه چین بیاد این قرارداد رو ببنده چه نبنده، چه جمهوری اسلامی ثروت و سامان ایران رو در خارج از کشور در کشورهای دیگه یا اصلا در تروریسم بین‌المللی صرف بکنه یا نکنه، مادام جنبشی در داخل وجود نداره یا رهبری به عنوان علمی کلمه برای رهبری کردن دینامیزم اعتراضی داخل وجود نداره، پس اون وجود داره و تمدید خواهد شد، عمرش رو به جلد حساب به درازه خواهد کشید، حالا من نمیدونم چند سال دیگه. اما من میخوام به یک نکته اشاره بکنم که مدتی پیش، دو سال پیش، من یک مقاله رو میخوندم به زبان انگلیسی که یک متخصص امور چین نوشته بود و اون به همین پروژه ها برمیگرده. چین یک پروژه بسیار بزرگی رو که چندین تریلیون دلار رو فقط برای آماده سازی و اون بسترسازی اون پروژه به حساب کنار گذاشته و داره صرف میکنه به نام گلوبالیزاسیون چینی. اون گلوبالیزاسیون چینی در مقابل اون پروژه گلوبالیزاسیون غربی یا حالا بگیم بهتر آمریکایی تعریف شده. در اون مقاله اون تحلیلگر هیچ گونه مانعی رو بر سر راه چین نمیدید که مثلا چین نتونه حالا بنا به هر دلیلی این پروژه رو به حساب اجرا بکنه یا متوقف بشه یا دوچار مثلا مشکلاتی بشه، غیر از یک مشکل. جالبه که خود چینی ها اینو عنوان کرده، تنها عامل و فاکتوری که پروژه های اقتصاد کلان اقتصادی یا پروژه گلوبالیزاسیون چینی رو به شکست خواهد انجامی فقط جنبش مردمیه. یعنی اونجا نوشته بود که تنها در صورت وقوع شورش و جنبش های مردمی و خب تغییر در ساختار سیاسی و انقلابه که بزرگترین نگرانی دولت مردهای چینی برای پروژه هاشون حالا در مناطق مختلف، حالا اینجا خاورمیانه در نظر بگیریم. پس جواب شما رو میشه اینجوری این سوال رو جواب داد که اگر جنبشی وجود داشته باشه، اگر رهبری وجود داشته باشه و اون رهبری بتونه دینامیزم اعتراضی ایران رو، ایرانی رو، ایرانی فقیر رو، حتی ایرانی مرفه رو، ایرانی دانشجو رو، ایرانی کارگر رو، ایرانی مثلا اون اتنیک ها، ملیت های غیر مثلا فارز رو، ایرانی زن رو، با اون اینا همه جنبشن دیگه، جنبش دانشجویی، جنبش اتنیکی، جنبش کارگری و و و غیره، اگر یک رهبری ارگانیک منسجم استراتژیست به وجود نیاد که بتونه این دینامیزم رو کنترل بکنه، رهبری بکنه و ازش استفاده بکنه، ایران چه ثروتمندتر از این بشه، چه فقیرتر از این بشه، پس جمهوری اسلامی میمونه. یعنی جمهوری اسلامی رژیمی نیست که به خودش بگه دیگه من بسنده دیگه میرم دیگه نمیمونم، پس باید انداختش. به همین دلیل من فکر میکنم تنها امیدی که میشه روش حساب کرد یک جنبش سراسری و وجود به وجود اومدن یک رهبری در خور این جنبش در آینده دور یا نزدیک. متشکر از توضیحتون. آقای چیاکو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به دمشق رفت و یک قراردادی رو، یا حالا به هر حال پیشتر آمد، یک قرارداد نظامی استراتژیک رو با سوریه بستن که تسهیلاتی رو به سوریه بفرستن که بتونه در واقع مهار بکنه حملات اسرائیل رو از مرز جولان و بتونه حتی کمک بکنه به لبنان از این زاویه که اسرائیل رو تحت فشار بذارن. این در شرایطی است که اوضاع کمی به ضرر منطقه‌ای، به ضرر جمهوری اسلامی بود، بلخص با مرگ سلیمانی و غیره. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی داره تغییر استراتژیک میده که موقعیت خودش رو بیشتر تثبیت کنه تو منطقه؟ ببین، در واقع ایران در تقابل با هجمه های خارجی، مخصوصا تهدیدهایی که از سوی آمریکا به ایران وارد میشه، دو تا استراتژی رو پی برده. یکی این که در مقابل آمریکا به چین و روسیه و اروپا متوسل بشه،
و یکی دیگه در منطقه سعی بکنه اختشاش ایجاد بکنه، سعی بکنه در سوریه و عراق سنگربندی بکنه و به قول خودشون جنگ رو دور از مرزهای خودشون مهار بکنن. تا کنون اینجوری عمل کرده، ولی از این به پس نمیتونه اینو ادامه بده به چند دلیل. دلیل اول، ایران در چند سال اخیر از به اصطلاح آمدن به میدان آمدن داعش استفاده کرد. داعش به عنوان یک نیروی سنی در مقابل شیعه خودش رو نشون میداد و نیروهای شیعه منطقه با تمام قرائت‌های متفاوتی که با ایران داشتن مجبور بودن که یک جبهه در مقابل این جبهه تشکیل بدن، و برعکس جبهه سنی که مدعیان زیادی برای رهبری داره، مثل عربستان، مثل قطر، مثل ترکیه، مثل مصر و کشورهای کوچکتری، در جبهه شیعه بیشتر ایران این پتانسیل رو داره و ازش استفاده کرد. از خطاهایی هم که آمریکا تو عراق و افغانستان و جاهای دیگه که میکرد استفاده کرد، ولی این از دستش خارج شده با افول داعش، با شکست داعش. اگه توجه بکنیم دیگه ایران این کارت از دستش خارج شد و یک سیر قهقرایی برای ایران شروع شد. از طرف دیگه ضربات مهلکی خورده، از جمله کشته شدن قاسم سلیمانی به عنوان استراتژیست سپاه قدس به عنوان نیروی برون مرزی اخلالگری ایران. خب اینم ضربه خورد و اساسا ایران خیلی از کارتهای خودش رو از دست داده و در یک وضعیت بحرانی و قهقرایی وجود داره. ولی با وجود اینها هم همونطور که عرض کردم، پاشنه آشیل ایران یا ضعف ایران مسائل درونیه. ایران از لحاظ ایدئولوژیک شکست عمده خورده، هرچند که ایدئولوژی ایران از ابتدا هم یک ایدئولوژی نامطلوب و ناخواسته و تحمیلی بر خلقهای ایران بود، ولی امروز بیشتر جوانب منفی و جوانب نامطلوبش نمایان شده و از لحاظ ایدئولوژی یک شکست خورده در مقابل خلقهای یا جنبش های رهایی بخش ملی ملت های ایران. ایران به تنگنا افتاده. اگه 20 سال قبل 30 سال قبل بیشتر ملت کرد در عرصه مبارزه بود، امروز دیگه میدونیم که ملت های دیگه مانند ملت بلوچ، عرب، ترک، آذری و حتی گیلکی و مازنی، اینا هم دیگه دارن مطالبات خودشون رو به شیوه شفاف و مسترانه دارن مطرح میکنن و ملت کرد هم، مبارزات رای بخش ملت کرد هم ارتقا یافته. یعنی نسبت به 20 سال قبل، نسبت به 30 سال قبل خیلی نیرومندتر شده، شکوفاتر شده، جو انتلکتوالی، جو سیاسی و اجتماعی و ملی کردستان نسبت به 20 سال 30 سال قبل قویتر شده. از طرف دیگه هم در مسئله زنان شکست خورده. یعنی ایران شاید بتونه در مقابله با آمریکا، به روسیه، به چین و یا به اخلالگری های منطقیش تکیه بکنه، ولی در مقابل شکست ایدئولوژی که در مقابل مطالبات به حق و دموکراسی و آزادی خواهانه زنان چکار میکنه، و به اضافه تمام شکست هایی که از لحاظ سیاسی خورده، جامعه ایران دیگه جامعه 30 سال قبل نیست، یه جامعه هستش که در پی آزادی های سیاسی هستش، در پی آزادی های اجتماعی هستش، و تمام اینها اساسا ضعفای عمده ایران هستن. متاسفانه اینها کمتر دیده میشن و بیشتر حتی فعالان سیاسی و نیروهای درون میدان مبارزه با ایران هم بیشتر از این اون چالش هایی که ایران با خارج داره رو دارن بولد میکنن. به نظر من بیشتر باید اینا بولد بشه و طبق این تضادها و چالش ها این نیروی اجتماعی و نیروی مبارزاتی داخل رو تقویت بخشید و به این طریق توانست از حربه های ایران و متوسط شدن ایران به این ور و به اون ور در تقابل با نیروی دیگه اینا رو خونسا کرد. بله، متشکرم. آقای آهنگری، تا چند موافق تحلیل آقای چیاکو هستید در رابطه با تحولاتی که صورت گرفته و شکست هایی که ایدئولوژیک و یا اقتدارگرانه جمهوری اسلامی در منطقه و یا در خود ایران صورت گرفته؟ ایشون به مسئله زنان و جنبش های دیگه اشاره کردن. تا چه شما با این تئوری موافق هستید؟ خود موافق هستم. بله بله بله، نه تنها کاملا موافق هستم، من فکر میکنم که
بینید ایدئولوژی که اون یا جهانبینی که با پایه‌گذاران جمهوری اسلامی 41 سال پیش، البته نه فقط 41 سال پیش، قبل از جمهوری، قبل از انقلاب 57، خب نمیشه که گفت که خمینی یک روشن فکر بود مثلا، یعنی اون موقع هم یک انسان مرتجع واپسگرا بود، ولی خب به قول معروف تونسته بود که با خودعه یا تقیه‌ای که می کرد و به حساب زیگزاگ هایی که می رفت در خارج از کشور بتونه به نوعی هم مردم رو، توده مردم رو فریب بده و هم حتی کشورهای دیگه یا مثلا سیاست مداران به حساب غربی رو بتونه فریب بده. وگرنه خمینی با ورودش به ایران و اون نگاه و لحنی که داشت در گورستان بهشت زهرا، معلوم بود که یک انسان واپسگراز، معلوم بود که هیچی برای امروز نداره، معلوم بود که با تمدن کاملا در تضاد، با حقوق بشر در تضاد، با دموکراسی، آزادی، برابری در تضاد. حالا فرض کنیم مثلا باز اینجا یکم زوده، ولی خیلی زود اعدامهای سران جمهوری اسلامی، یعنی اعدام مخالفین جمهوری اسلامی توسط سران جمهوری اسلامی، از مدرسه علوی که از پشت بام افرادی رو پرت کردن تا همون سال، هم سال اوایل انقلاب عرض می کنم. یعنی شما اگه پرکتیکال نگاه بکنید به صورت تجربی، شما وقتی که یک مخالف سیاسی رو اعدام می کنی، یعنی در تضاد با دموکراسی، آزادی یا آزادی بیان هستی. پس به صورت میشه گفت پرکتیکال، ایدئولوژی جمهوری اسلامی از همون روز اول در تضاد با مبانی حقوق بشری و اصول جهان شمول بود و شکست خورده بود. اما یه زمانی لازم بود که این مردم، حالا به صورت سراسری و چهار گوشه ایران، به نوعی این شکست رو تجربه بکنن یا لمس بکنن. این زمان برد، نه خود ایدئولوژی. خود ایدئولوژی اصلا از نطفه عقب مانده و شکست خورده بود، ولی یه شانسی به خمینی رو آورد. حالا بعضیا میگن آمریکا مثلا کمک کرد، فرانسه کمک کرد، در هر حال هر جایی کمک کرده باشه، خمینی این شانس رو آورد که این ایدئولوژی شکست خورده و غیر ضد بشری خودش رو بتونه بر ایران سوار بکنه و تا الان به حساب پیش رفته. وگرنه به لحاظ ایدئولوژیک من هیچ موفقیتی رو از روز اولم برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی نمی‌بینم، اما این زمان رو تونست بخره. از سوی دیگه حتی این بحران‌هایی که جناب چیاکو بهش اشاره کردن خیلی بیشتر و عمیق‌تر هم هستن. یعنی شما در نظر بگیرین در زمینه اقتصادی، اقتصاد اسلامی که اونا ازش حرف می زدن و مدعی بودن چی هست؟ الان اون تز اقتصاد اسلامی به کجا رسیده؟ غیر از فساد و ارتشا و دزدی و اختلاس و نابرابری، اقتصاد اسلامی چه پوانی، چه امتیازی به مردم داده در طول 41 سال گذشته؟ حالا شما مثلا ایدئولوژی های، مثلا جنبه های دیگه ایدئولوژی یا سیاسی مثل مثلا دموکراسی، آزادی، سکولاریزم و واقع اینا رو بیخیال شید، همون اقتصاد اسلامی که میگفتن یا اقتصاد توحیدی که میگفتن بر فرض مثال، این یعنی انواع شکست خورده، مسئله زنان، مسئله آزادی بیان، مسئله حضور در یا تقابل یا رقابت، بگیم بهتر رقابت با جامعه بین الملل و ورود به جامعه بین الملل. جمهوری اسلامی مشکل داره، ذاتاً مشکل داره با ورود به جامعه بین الملل، چون جامعه بین الملل بر اساس یک سری نرم ها و هنجارهای تثبیت شده و تعریف شده داره کار میکنه، ولی جمهوری اسلامی در تضاد با این هنجارها و ارزش‌های جهانشون بوده. پس اساسا هم به لحاظ داخلی، همچنان که آقای چیاکو فرمودن، و هم به لحاظ بین‌المللی، در هر دو سو به نظر من شکست خورده. بله متشکرم. آقای چیاکو، ما اخیراً هم شاهد حملات ترکیه بودیم به کردها و به هر حال همین
تا زیاد دور نیست حملات نظامی به روژاوا و فشارهایی که توی منطقه است. آیا فکر میکنید این تغییرات استراتژیکی که داره شکل میگیره در ایران، در سوریه و منطقه تا چقدر میتونه تأثیراتی رو روی خواستهای کردها و مبارزات کردها قرار بده؟ قبل از اینکه پاسخ بدم به این سوالتون، یه نقطه کوتاهی رو بگم راجع به سوال قبلیتون. چیزی که مهمون برنامه‌تون بهش اشاره کرد قطعا درسته. ایران یکی از شکست‌های عمدهش در زمینه اقتصادیه. خب ایران یک دولتیه که هر روز در نتیجه سیاست‌های اقتصادیش فقر، بیکاری داره بیشتر دامنگیر جامعه میشه، ولی با انحصار منابع به اصطلاح منابع مادی خلقهای ایران تونسته بود پروژه های نظامی سیاسی خودش رو پیش ببره. حداقل برای خودش یه پولی رو داشت به دست می آورد، پول نفت، گاز و سایر چیزا. این کارت هم داره از دستش خارج میشه. ما میدونیم هرچه به جلو پیش میریم اهمیت سوختای فسیلی نفت از گود خارج میشه، اهمیتشون و ارزونتر میشه. یعنی به اضافه این که ایران کلن سیاست اقتصادیش از همون ابتدا تا کنون جز فقر، فاصله طبقاتی، چیزی دیگه برای مردم، برای خلقای ایران به ارمغان نیاورده، ولی اون پولی رو که خودش دست روش گذاشته بود و برای پروژه های خودش داشت صرف میکرد، اینم دیگه به مرور زمان اهمیت منابعی که از اونا پول کسب میکرد از دست میره و اینم یکی دیگه از ضعفای ایرانه و یا خارج شدن یکی از کارتهای دیگه ایران از دستش که زمینه فروپاشی و زمینه ضعف مضاعف دولت ایران رو داره فراهم میکنه. و اما در مورد حمله ترکیه و حملاتی که مشترکاً ایران و ترکیه دارن به کردها و به جنبش رهایی بخش خلق کرد وارد میکنن، این از کجا سرچشمه میگیره؟ خب این حملات تازه نیستن، 100 ساله اینا با هم دیگه دارن حمله میکنن و 100 ساله ملت کرد هم در هر چهار بخش کردستان داره مقاومت میکنه، ولی در یک سال اخیر میتونم بگم هم شدتش بیشتر شده، هم نزدیکی این دو دولت نسبت به قبل بیشتر شده. چرا؟ دلیلش چیه؟ خب مشخصه این دو دولت در طرح دیزاین نوین خاورمیانه میخوان دولت ملت خود را برای 100 سال دیگه دوباره رستوره بکنن، بسازن، و اگر مقاومت کردها یا مبارزات کردها به نتیجه برسه این از دستشون خارج میشه. اینا متوجه این شدن و هرچند که مسئله کرد همیشه مسئله مورد علاقه هر دو دولت بوده در طول این تاریخ به اصطلاح استعمار خودشون، مخصوصا استعمار دولت ملتی، اخیراً بیشتر سعی کردن با هم دیگه همگام باشن، به خاطر اینکه مبارزات خلق کرد هم ارتقا یافته و این از لحاظ جهانی و از لحاظ داخلی این قدرت رو کسب کرده که بتونه به این استعمار پایان بده. ما میدونیم که الان ابتدای دهه سوم قرن 21، یعنی 2020، اگه دهه سوم قرن 20 یعنی 1920 رو ما بیاد بیاریم، 1920 تا 1930 این دولت ملت ها شکل گرفتن و بر اساس انکار، امحا و استعمار کردستان شکل یافتن. یعنی 2023 دولت ملت ترکیه بر بقایای عثمانی شکل گرفت و دولت ملت ایران بر بقایای قاجار شکل گرفت 2025. و اون موقع خب متاسفانه هم سیاست جهانی و بهتر و واضح‌تر بگیم امپریالیسم میخواست این کارت رو درست بکنه، میخواست برای کنترل دولت ملت‌های نو تأسیس مسئلهی به اسم مسئله کرد رو بسازه که از اینا به اصلاح امتیاز بگیره، و از طرف دیگه هم در داخل خود ملت کرد هم مشکلات داخلی بود که این مشکلات و اون سیاست خارجی باعث شد که کردستان تجزیه بشه و کردستان بین این دولت ملت ها
تجزیه و به استعمار کشیده بشه. ولی اکنون ملت کرد این قدرت و این نیرو رو داره. از لحاظ جهانی مسئله کرد جهانی شده و داره هر کس دیگه داره بهش میپردازه و برای آینده خاورمیانه کسی نمیتونه مسئله کرد رو نادیده بگیره. اگه مسئله کرد یا در کل مطالبات کرد بیشتر یک نقش فاکتوری داشت، الان دیگه یک نقش آکتوری داشته، یکی از بازیگران اصلی عرصه سیاستگذاری خاورمیانه است. از طرف دیگه با تمام مشکلاتی که هنوز هم وجود داره، کردها از لحاظ ملی به هم دیگه نزدیک شدن. الان اگه در کرمانشاه رخدادی پیش میاد، در کوبانی و دیاربکر و هولر و نمیدونم شهرهای دیگه کردستان عکس العمل نشون داده میشه و از لحاظ نظامی هم کردها تونستن پوزه نیروی وحشی مثل داعش را به زمین بمالند و تونستن در رژاوای کردستان و در مقابل ترکیه و در مقابل ایران یک ایستار مقاومت طلبانی از لحاظ نظامی از خودشون نشون بدن. از لحاظ سیاسی هم تجربه کسب شده دیگه، کرد اون کرد قبلی نیستش که صلاح خودش رو ندونه یا اینکه به اصطلاح از رخدادهای جهانی غریب باشه یا بیگانه باشه. اجازه بده برمیگردیم به این تاس شده برای دولت ایران و ترکیه و در تقابل این ارتقای نیروی کرد میخوان حملات خودشون رو وسیع‌تر و محکم‌تر بکنن. بله متشکرم. اجازه بدید برگردیم روی همین مسئله یه مقدار بیشتر باز کنیم به موضوع برنامه هم که قطبندی و آینده سیاسی کردستان هستش. آهنگری، خب قطبندی احزاب مشخص در کردستان عمدتا توی دو جبهه یا دو قطبندی قرار میگیره. با تغییراتی که اشاره کردید و مطرح کردید، تا چه حد این شرایط در روابط احزاب تأثیر میگذاره؟ این من این را این سوالو دارم. سوال بعدی من این هستش که خب این تأثیر ما در 96 و 98 هم شاهد استراتژی های مختلفی بودیم از طریق این احزاب، بحث مذاکره و یا رژیم چنج به نوعی از بالا در بعضی احزاب مطرح بودش. الان با تغییراتی که داره صورت میگیره، این استراتژی تکلیفش به کجا رسیده و چگونه میتونه تعریف بشه؟ ببینید، اگه بخوایم مثلا امواجی که چه بر خاورمیانه مستولی است یا چه میتونه بر خاورمیانه تأثیر بذاره رو، فارغ از اون کلان موجهایی که در به ویژه در قطبندی های سیاسی جهانی تولید میشه و به حساب در خاورمیانه به حساب اجرا میشه، بخوایم مطالعه بکنیم یه جای این مسئله لنگ میشه. پس نمیشه خاورمیانه رو مثلا یا وضعیت خاورمیانه رو بدون نقش چین و روسیه و آمریکا و مثلا اتحادیه اروپا مطالعه کرد و نتیجه گیری هم در موردش کرد. نمونهش مثلا سوریه. خب سوریه که چیزی ازش نمونده به واقع، ولی سوریه هنوز سر پاست، یعنی رژیم بشار اسد منظورم اینه که هنوز سر پاست. دلیلش چیه؟ دلیلش دقیقا اون فاکتورهایی هستن که به عنوان قدرت‌های جهانی دارن اونجا اعمال نفوذ میکنن. پس در تحلیل وضعیت امروز و فردای سوریه حتما باید یه نگاهمون به این فاکتورها باشه که اینا میخوان چیکار بکنن، اینا میخوان سوریه رو یا چه استراتژی دارن در مقابل سوریه و خاورمیانه و کردستان هم به همین شیوه. در رابطه با قدرت‌های جهانی، کردستان از بعد از پیمان صفر که اونجا یک خودمختاری برای اتونومی برای کردها در نظر گرفته شده بود، کردستان به عنوان نقطه استراتژی که دولت‌های جهانی دیگه وجود نداره. یعنی کردستان فدای مثلا دولت مرکزی ایران شده، کردستان فدای دولت مرکزی ترکیه شده، کردستان به همین شیوه عراق و سوریه. پس نوع سیاست و استراتژی دو قبر قدرت‌ها نسبت به کردستان
کاملا مفهومه و تا الان هم هیچ امیدی به این نیست. نه امید بگیم مثلا کلا، یعنی داده ای در دست نیست که بگیم نخیر. اتاق فکر مثلا کاخ کرملین یا اتاق فکر کاخ سفید یه نقشه ای داره که در اون نقشه مثلا آره یه کردستان مستقلی وجود داره، مثلا همچین چیزی. پس اینو بذاریم کنار. از این لحاظ خواستم یه اشارهی به این وضعیت اول قدرت ها در منطقه بکنم، اما برم سر اون جنبه های سافتویر یا نرم‌افزاری این امواج جهانی. اگر به لحاظ سخت افزاری کردستان به حساب بهره‌مند نشده از وضعیت سیاسی که در خاورمیانه بوده، به غیر از اون تلاش و مبارزه و هزینه بسیار زیادی که خود مردم کرد، خود ملت کرد در چهار بخش کردستان تقبل کردن، هزینه رو دادن، لطف هیچ به حساب ابرقدرتی شامل حالشون نبوده که بگیم حالا مثلا مثل دالان یوگسلاوی سابق به دلیل اینکه یک جنایت انسانی رخ داد، خب ناتو اومد وارد میدان شد و بعد از دخالت ناتو یوگسلاوی سابق به چند تا کشور تقسیم شد. کردها در این حالت نیستند. اما از لحاظ سافت ویر یا نرم افزاری چرا؟ اون موج جهانی که الان روی جهان مستولی است در واقع به نفع ناسیونالیسم کردی است، یعنی به نفع اون هویت طلبی کردها، به نفع اون، یعنی در راستای اون آرزوی دیرینه یا اون استراتژی ماکرو پالیسی کردها که رهبران کرد براش اعدام شدن، که به هزاران هزار نفر شهید شده، جان داده و غیره، در این زمین، در این جهت داره پیش میره. نه اینکه این موج جهانی، این به حساب موجی که مستولی رو برای کردها درست کردن، نه، یک نوع میشه گفت همسویی، یک توفیق اجباری است که داره پیش میره. همچنان که کاکتیا هم اشاره کردن، امروز در سایه این موج جهانی که وجود داره، نسل نوین کرد یک نسل بسیار هوشمندیه، یک نسل با خانش بسیار استراتژیک و عمیق و به حساب موشکافانه ای. پس میخونه، میدونه، و مادام میخونه و میدونه پس میتونه، میتونه یه کارهایی رو بکنه. من فکر میکنم بزرگترین چالش دولت‌های استبدادی چه در ایران، چه در ترکیه، چه در سوریه و چه در عراق، دقیقاً این نسل نو، این نسل نو سر پای خودشه و میخواد یه کاری بکنه. اما اگه من این قسمت رو یه ورق دیگه بزنم، برم رو قسمت بعدی و به سوال پرسش شما دقیقاً جواب بدم، به نظر من موجی که در کردستان غالبه و نمیتونم بگم برای چند سال یا چند دهه دیگه، اما قطعاً فعلا موجی که بر کردستان مستولی خواهد بود، موج ناسیونالیسمه، موج هویت طلبیه. یعنی قبلا این نبوده، این موج قبلا، این موج ناسیونالیسم در کردستان برای مبارزاتشون نبوده که الان شکل دیگه ای رو شما دارید تعریف میکنید؟ نه بوده. من عرض میکنم الان این موج دیگه با آمدن این امکانات و به حساب عصر دیجیتال و به حساب آی تی و سمارت فون های به حساب تلفن های هوشمند و ورود اینترنت و ماس میدیا و به حساب شبکه های اجتماعی و کتاب و مجله و تلویزیون و غیره و همه اینا، یک نسلی رو پرورده کرده که بیشتر رفته تو عمق این مسئله کرد. وگرنه خب این مسئله همیشه بوده. مثلا ما از 300 سال 250 سال مثلا در نظر بگیری که بخشی از این جنبش بر عهده شیوخ کرد بوده، از شیخ عبیدالله نهری و غیره تا مثلا جمهوری کردستان و بعد خود قاضی محمد، یک فرد روحانی بوده دیگه، یک فرد مهمی بوده، تا شهیدان دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی و کاک فواد مصطفی سلطانی و دکتر جعفر شهید، اینا افراد سکولاری بودن و تحصیل کرده هم بودن. مثلا منظورم اینه که این نه تنها این موج بوده، ولی
عمق و گستره کنونی موج ناسیونالیزم در کردستان، ناسیونالیزم در کردستان خیلی فرق داره به لحاظ کمیت و کیفیت با مثلا 100 سال پیش، با 50 سال پیش، حتی با 30 40 سال پیش. الان خیلی عمیق‌تر شده. پس نظر من اینه که موج هژمونی‌دار در بافت اجتماعی نسل کنونی و آینده کردستان، نسل پیش رو، قطعا یک ناسیونالیسم خواهد بود. اما خوشبختانه در ایران، در کردستان ایران، به دلیل اینکه سطح آموزش یا کتاب و کتابخونی یا به نوعی میشه گفت روشنفکری، یک نوع روشنفکری وجود داره و این ناسیونالیزم هم نرفته، یا شاید امیدوارم نره به سوی ناسیونالیزم کورکورانه و به حساب اون نوع ناسیونالیزمی که میشه به پان کردیزم یا همچنان که پان عربیسم و پان ترکیسم و پان فارسیسم و اینا وجود داره، نره و اون در اون سطح روشنفکری و مطالبه محور، آشتی خواه، سلطلب باقی بمونه. یعنی ناسیونالیزمی که در واقع مسئله کرد رو بر منطقه، حالا اگر در مورد ایران در نظر بگیریم، بر ایران تحمیل خواهد کرد، نه این ناسیونالیزمی که مثلا در نظر بگیریم دیگه اون پانهای دیگه که وجود دارن کسی رو قبول نداره، ملت دیگه رو روی مسئله برمیگردیم. بعد این ابزارش چیه در پایان برنامه آیچاکو؟ چه به نظر شما آیا این تحولاتی که از اول برنامه هر دو شما راجعش صحبت کردید تا چه حد، آیا اصلا تأثیر گذاشته و این تأثیر گذاشته تا چه حد در روابط و قطبندی ها و احزاب و جنبش ها در کردستان، بلخص کردستان ایران نقش داشته؟ بله، خب ما میدونیم که از دو زاویه همیشه سعی شده که کردها منع بشن از ابراز صریح مطالبات خودشون. یکی دولت مرکزی یا به اصطلاح دولتی که حکومت کرده، این با استبداد و سرکوب سعی کرده که کردها رو بترسونه و ایجاد رعب و وحشت و هراس بکنه که کردها مطالبات خودشون رو صریحا مطرح نکنن. از طرف دیگه هم پان ایرانیسم اپوزیسیون، هم راستش هم چپش، سعی کرده نیروهای کرد متمایل به خودشون رو منع بکنه یا اینا رو مجبور به خودسانسوری بکنن که به شیوه صریح مطالبات ملی خودشون رو مطرح نکنن. این مشکلی بوده، همیشه گریبانگیر کردستان بوده. به نظر من هر دوی اینها شکسته شده. الان دیگه با سطحی که جامعه کردستان بهش رسیده از لحاظ ملی، دیگه ترس و واهمه ای از دولت مرکزی وجود نداره. ما میدونیم که هر مثلا در 20 سال اخیر یا 30 سال اخیر، در دهه 70 به بعد، دولت ایران فکر میکرد که دیگه کردستان رو سرکوب کرده و احزابی هم که در دهه 60 باهاش در میافتادن مبارزه میکردن، اینها رو هم به عقب رونده، به این دل خوش کرده بود. ولی ما دیدیم در دهه اخیر، در 10 سال اخیر، برعکس ادعاهای جمهوری اسلامی، مردم کردستان و به ویژه جوانان نه تنها از مطالبات خود شرق کردستان به طور صریح دارن جانبداری میکنن، مطرح میکنن، مطالبات خودشون رو ابراز میدن، در هر یک از بخشای دیگه کردستان هم اگه اتفاقی افتاده، حمله صورت گرفته، مردم شهرهای شرق کردستان به پا خواسته و حمایت کرده. از طرف دیگه نیروهای پان ایرانیسم در چارچوب حفظ تمامیت ارضی ایران و نیروهایی که سوسیال شونیسم تحت لوای چپ بودن و سوسیالیسم و اینا سعی کردن که مبارزین یا فعالین چپگرای کرد رو مجبور به سکوت بکنن و مجبور به خودسانسوری بکنن، این هم شکسته و این خودش فرصت بسیار بزرگی را برای ملت کرد درست کرده که
دیگه در نه در ترسم نه در اقبالم. نیروهای سیاسی کردستان هم، کردستان یک جامعه به اصطلاح تحزبی و میتونم بگم سازماندهی شده است در فرم کلی، در فرم کلان خودش. آره در فرم خرد مشکلاتی هستش، این نیروها بعضا بر سر مسائل خرد با هم دیگه تفاوت نظر دارن، با هم دیگه اختلاف دارن، ولی همه این نیروها هم متوجه این هستن که هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونه این بار رو برداره. در روابطی که بین احزاب هستش و در مخصوصا در چند سال اخیر این بیشتر شده، تمام احزاب این رغبت رو دارن که به همدیگه نزدیک بشن و سعی بکنن که تمام نیروشون رو در یک ظرف یا در یک نقطه متمرکز بکنن. الان جو سیاسی شرق کردستان در این روند قرار داره. درسته اختلافاتی وجود داره، درسته بعضا این جریانات اختلافات فکری سیاسی خودشون رو در تقابل همدیگه قرار میدن، ولی در ماهیت همه به این اذعان دارن و متوجه هستن که بدون ایجاد یک اتحاد دموکراتیک، یک اتحاد انقلابی، هیچ کدوم از نیروها یا گفتمانها یا حزبها به تنهایی نمیتونه جوابگوی این مرحله بشه، و این خودش به نظر من چیز خیلی نیستی هستش. بله متشکرم. وقتمون به پایان رسیده، من میخوام سوال آخر رو بپرسم که نظر هر دوی شما رو در این رابطه بدونم. اون هم برمیگرده به جمهوری اسلامی. وضعیت منطقه رو توضیح دادیم، آمریکا داره میره برای نوام در انتخابات، حالا معلوم نیست که ترامپ ازش در بیاد بیرون، اگر جو بایدن در بیاد شاید شرایط وضعیت تغییر بکنه روابطش با چنین اوضاع جهانی، با وضعیتی که کرونا ایجاد کرده، بحران اقتصادی که جهان الان باش روبرو هستش. همین پری روز کانادا اعلام کرد 344 میلیارد دلار بدهکار شده به خاطر همین وضعیت و به هر حال اوضاع، که این شرایط در همه جا داره پیش میره. سیاست شما آقای هنگری، سیاست حزب شما در رابطه با تغییر رژیم به چه شکل هستش به طور مشخص، و این اوضاع چه تأثیری رو، چه تغییری رو در این سیاست قرار داده؟ آیا هنوز هم شما فکر میکنید با راه اصلاح، مصالحه، مذاکره، جنگ، حالا هر چیزی میشه جمهوری اسلامی رو کنار زد، عقب نشون، شکست داد و غیره، و به هر حال جایگزینش کرد؟ ببینید، هیچ وقت ما فکر نکردیم که جمهوری اسلامی باید اصلاح بشه، یعنی هیچ جز و شعارانمون نبوده، ولی ما از روز اول به جمهوری اسلامی نگفتیم و حزب دموکرات کردستان ایران به همراه اون موقع حالا حزب کومله و یا بگیم هیئت مذاکره کننده کردستان با دولت مرکزی، وقتی که شکست خوردن در رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی هم شرکت نکردیم، بایکوت کردیم. بعد دیگم یک جنگ تحمیلی جبهه بسیار پرهزینه از ماکو تا ایلام در جنگ بودیم با جمهوری اسلامی. پس طبعا روی کرده ما الان هم نه به جمهوری اسلامی. اما در رابطه با اینکه با چه شیوه‌ای، ما از اول هم گفتیم، خب سوال بسیار و نکته مهمیه، سوال مهمی. ببینید، از ابدا معتقد به محدود کردن مبارزه به یک شیوه نیستیم. یعنی فقط مثلا فکر کنیم که با جنبش مدنی، مقاومت مدنی میتونیم جمهوری اسلامی رو، نه، یک جمهوری اسلامی در این دنیا وجود داره، نمونهش در هیچ کجای جهان نمیشه پیدا کرد. یعنی اگه دوستانی که متمایل هستن، بینندگان و شنوندگانی که متمایل هستن در رابطه با مبارزه مدنی بدونن، شاید بشه بسیاری از مسائل رو به عنوان اصول مشترک یا به حساب مفاهیم مشترک یا موارد مشترک بین مبارزه مدنی در چکسلواکی یا در لهستان یا در آفریقای جنوبی بتونن پیدا بکنن.
که بینشون مشترکه، چه بین مبارزه مردم، مدنی مردم، و چه بین این دیکتاتورهایی که حاکم بر این کشورها بودن. اما یک مورد مشترک نمیشه در بین مثلا جمهوری اسلامی و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی پیدا کرد که حداقل بگیم در این زمینه مشابه آفریقای جنوبی بیایم به با جمهوری اسلامی روبرو بشیم. پس جمهوری اسلامی رو باید فارغ از این کانتکست و به حساب مدل های جهانی، چون دلیلش هم خیلی مشخصه. من یادم یه مدتی که روی همین مبارزه مدنی مطالعه میکردیم با یه گروه، نتیجه این مطالعه ما خیلی جالب و خیلی ساده است. برای پیشبرد مقاومت مدنی، مبارزه مدنی، مبارزه بدون خشونت یا هر اسمی که نافرمانی مدنی، برای پیشبرد اون و به نتیجه رساندن این نوع مبارزه، یک حد اقلی از آزادی قانونی لازمه. یعنی باید قانون اساسی اون کشور در اون کشور یک حد اقلی از آزادی، اون هم قانونیش، وجود داشته باشه. نه غیر قانونی، مثلا همه آزادن دیگه، برفر مثال من آزادم برم یه نفر رو بکشم، خودم میتونم برم این کار رو بکنم، ولی آیا این قانونیست؟ نه این قانونیست. ولی مثلا قانونی باشه که من حق تجمع دارم، قانونی باشه که پلیس موظف این تجمع رو محافظت بکنه، مثلا من باید حق اینو داشته باشم جلوی دفتر مثلا خامنه ای تجمع بکنم، این وجود نداره. پس در ایران تکیه بر یک روش یا متد مبارزاتی برای ساقط کردن جمهوری اسلامی به عنوان هدف نهایی به نظر من جوابگو نیست. پس میماند یک روش مبارزه چند بعدی، یعنی از همه روش ها، حتی اگر لازم باشه نظامی، اجتماعی، کارگری، یا صنفی، دانشجویی، دیپلماسی بین المللی، رسانه‌ای، مدنی، نافرمانی مدنی، یا حتی خرابکاری مدنی، و همه اینا رو میشه به نظر من در پکیج مبارزاتی جا داد و به مساف جمهوری اسلامی رفت. این یک موضوع. موضوع دیگر هم این که به هیچ عنوان به نظر من دیگه جمهوری اسلامی قابل مذاکره کردن نیست، به هیچ عنوان. اون مذاکراتی هم که قبلا شد و یکی از هزینه های بسیار زیادی که کردها متحمل شدن، اونم از دست دادن دکتر قاسملو که فردا سال روز ترورش هم هست، و از همینجا هم درود میفرستم به روح این شهیدان و تسلیت عرض میکنم خدمت همه آزادی خواهان ایران به ویژه کردستان. و اینکه نه، شرایط عوض شده برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان دیگه به جایی رسیده، به حدی در بحرانهاش غرق شده که اصلا مثل یک چک بی‌محل و بی‌اعتباری شده. یعنی امکان نداره بتونی با وارد مذاکره بشی باهاش، و نبایدم شد به نظر من. به همین خاطر پس همه آزادی خواهان، همه اونایی که به هر حال به قول قدیمی ها موی سفید کردن در مبارزه، الان باید به فکر برپا کردن یک آلترناتیف، یک ائتلاف، یک نمیدونم چیش، هر اسمی که میخواییم بذاریم، یک مرکزی باشه که تمامی از تمامی احزاب و سازمان های ضد جمهوری اسلامی که دارای دامنه اجتماعی هستن، دارای نفوذ اجتماعی هستن، و هر کسی، هر حزبی، هر سازمانی در منطقه خودش، در شهر خودش، در ناحیه خودش میتونه بر روی این دینامیزم اعتراضی داخل ایران تأثیر بذاره و اونو رهبری بکنه. همه به سوی ساقط کردن جمهوری اسلامی. به نظر من بهترین راه حل، درست‌ترین راه حل، دقیقا ساقط کردن جمهوری اسلامی، اون هم به هر شیوهی که ممکنه. بله ممنون. آی چکماس هم میرم به طور مشخص، شما چه نظری دارید در رابطه با جمهوری اسلامی، وضعیتش و سیاستایی که باید به کار برد؟ بله خب ما میدونیم در دوران پهلوی بیشتر مخالفان دولت پهلوی چپگرا بودن، به خاطر منتسب بودن دولت پهلوی به کمپ سرمایه‌داری آمریکا. خب بیشتر مخالفینش متمایل به چپگرایی و در کانسپت چپگرایی داشتن مبارزه می‌کردن. یکی از مشکلات بارز این اسلامین تیف در اون برهه این بود که واقعیت ایران رو طبق واقعیت ایران تشریح نمی کردن یا قبول نمی کردن. بیشتر می اومدن کشورهایی مثل چین، آلبانی،
کوبا اینا رو به عنوان الگوی مبارزه و انقلاب تعیین میکردن، خب از لحاظ ماهوی شاید مشکلی داشته باشه، ولی از لحاظ تطبیق ایران مشکل داشت، چون ایران مثل کوبا یک کشور تک ملت یا یک تک اتنیک نبود، حتی مثل چین هم نبود، مثل آلبانی هم نبود، تا حدودی شباهت به شوروی و روسیه داشت که به اصطلاح مستولی گشتن شونیسم ایرانی یا پان ایرانیسم بر چپ ایرانی از همون ابتدا هم مانع شد که اون جسارت لنین طرح بشه، یعنی مسئله حق تعیین سرنوشت ملت ها. یعنی چپ ایران هیچ وقت نیومد با تمام سناگویی هایش از لنین حداقل این تفکیک لنین رو مبنا قرار بده، همیشه ایران رو به عنوان یک واحد جغرافیایی به اصطلاح تک وطنی و تک ملیتی به اصطلاح در نظر گرفت و این باعث شد که به هیچ وقت نتونه نتیجه مطلوب رو کسب بکنه. در مورد جمهوری اسلامی هم همینطور، ما نمیتونیم ایران امروز رو هم با کره شمالی با کشورهای عربی که در اونجا به اصطلاح حکومت ها ساقط شدن، بیشترشون مثل عربستان یک کشور تکمیلیتی هست، مقایسه کرد. ایران خیلی از چیزهاش منحصر به خودشه، هم سیستم دولتیش، هم ساختار ملیش و هم به اصطلاح ساختار اجتماعی فرهنگی که تو اون جغرافیا وجود داره. باید طبق این سعی کرد برنامه ریخت و تحقیق و همچنین طبق شرایط سیاسی سیاست جهانی امروز. ما امروز مثل دهه 60 و 50 و 40 و اینا با دو قطبی بودن جهان در قطب کمونیسم و سرمایه‌داری آمریکا و شوروی نیستیم، خیلی وضعیت تغییر کرده. درسته این کشورها با هم دیگه منازعاتی دارن، ولی جبهه بندی و به اصطلاح بلوک بندی خیلی فرق میکنه با اون موقع. مسئله دیگه چیزی که ما کردها باید مواظب باشیم و این رو به تمام به سایر ملیت‌های تحت سیستم ایران هم توصیه میکنیم، دنبال روی دو تا گفتمان شکست خورده رو باید از خودشون منع بکنن. دو تا گفتمان وجود داره، یک گفتمانی که به اصطلاح مسئله براندازی رو مطرح میکنه، اون هم یک نیرو از خارج بیاد این براندازی رو صورت بده، نه اینکه نیروی داخلی منسجم بشه و این خودش بتونه تحول رو صورت بده. و توهمی دیگه که در توهم اینه که در ساختار این دولت میشه تحول دموکراتیک ایجاد کرد. هر دوتای اینها هم به نوعی منظورشون یا مقصودشون به قدرت رسیدنه. اون گفتمانی که میخواد یک نیروی از بیرون بیاد مرکز رو ساقط بکنه، میخواد خودش به جای دولت کنونی به اریکه قدرت بشینه، و وقتی هم که به اریکه قدرت نشست برعکس ادعاهای دموکراتیک کنونیش که خمینی هم همین ادعاها رو وقتی که به قدرت نرسیده بود و تو فرانسه بود داشت، وقتی که به قدرت رسید هیچ چیز رو نمیشناسه و اولین هجمه هم به کردستانه. دولت ملت ایرانی اینو میگه اگه ما تونستیم کردستان رو فتح کنیم سایر جاها رو هم فتح میکنیم. رضا خان وقتی میاد به کردستان حمله میکنه، به جنبش سمکوی شکار. محمد رضا شاه به جمهوری کردستان در مهابات حمله میکنه. خمینی اولین فتواهاش به کردستانه. خب با این تفاصیل میخوام برنامه رو ببندیم، وقت پایانه. من میخوام به طور مشخص نظر شما رو بدونم برای آینده‌ای که پیش روی هست چه روشایی. بله کوتاه عرض میکنم. و اون گفتمان دیگه هم خب در توهم اینه که سهیم قدرت بشه در ساختار همین دولت. به نظر ما تنها چیزی که میتونه نتیجه رو به نفع کردها و در هماهنگی با ملت‌های دیگه به نفع ملت‌های دیگه تحت سلطنت ایران نتیجه رو به اون سمت و سو ببره، اینه که هر یک از این ملت‌ها در درون خودش نیروی مبارزاتی و اجتماعی خودش رو زنده بکنه، منسجم بکنه و سعی بکنه در همون مکان خودش جمهوری اسلامی رو براندازه، به استعمار دولت ایرانی پایان بده
و هر یک از این ملت ها اگر تونستن این رو صورت بدن، طبیعتا نیاز هستش به یک ائتلاف و یک اتحاد و یک جبههی که بتونن در مورد سرنوشت کل رژیم هم با هم دیگه تصمیم قاطع بگیرن. در این چارچوب تئوری ما یا چیزی که ما روش کار میکنیم جنگ خلق انقلابیه. جنگ خلق انقلابی سه پایه اساسی داره. یکی از پایه هاش بدون تردید مقاومت مسلحانه است، البته با اتخاذ تدابیر و با اتخاذ شرایط کنونی جامعه برای جنگ مسلحانه. دوم به اصطلاح همپیمانی اجتماعی با تمام نیروهای اجتماعی، یعنی مشارکت اجتماعی، سعی بشه که بیشتر از یک حزب یک مشارکت اجتماعی کلی تو جامعه فراهم بشه که همه سوژه باشن، همه تاثیرگذار باشن. و سومین پایه‌اش هم ائتلاف سیاسی بین جریانات سیاسی، و ما در این چارچوب سعی میکنیم که همیشه کوشا باشی. مرسی. من گفتم سوال آخر، ولی فکر میکنم به هر دو شما به یک جایی رسید که یک سال تو ذهن من ایجاد کرد. در حد یک تا دو دقیقه لطفاً تفاوت این چیزی رو کرد شما اعلام کردید با اون مسئله انقلاب همگانی و همه با هم چه تفاوتی داره؟ آیا هنگری؟ آیا شما تفاوتی رو تزایی هست که میگه که الان انقلاب هم باید همه با هم شرکت بکنیم تا خمینی تو به هر حال تو جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم؟ این چیزی رو که شما به عنوان یک آلترناتیو مطرح کردید، بخشی از صحبت‌های آقای چیاکو هم در همین رابطه بود که ما بتونیم به شکل آلترناتیو یک جمعی رو ایجاد بکنیم. تا چه حد به نظر شما، هر دوی شما، این امکان داره، عملی هست که ما از جبهه‌های مختلف، حتی الان هر دوی شما نماینده دو حزب مختلف با دو طرز فکر مختلف رو نمایندگی میکنید؟ بفرمایید کوتاه در یک تا دو دقیقه لطفاً. بله خیلی، من خیلی موقع‌ها پیشم، سال‌ها پیشم در این مورد صحبت کردم، همونو تکرار میکنم. راه برپایی یک ائتلاف دو حالت بیشتره، یا دو مسیر رو بیشتر رو پیش رو نداره. یا باید بر روی کلیات نوع نظام سیاسی آتی ایران نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی متحد بشن که تا به حال شکست خورده، یا نه باید به صورت پروژه‌ای و میدانی این نیروها در یک پروژه خاصی در یک مناسبت خاصی با هم دیگه همراه بشن. مثلا نمونه میگم، مثلا میگیم روز 12 فروردین که روز آری یا نه به جمهوری اسلامی است، و اینو در اثر یک مبارزه همگیر سراسری رو جمهوری اسلامی رو در ایران آچمز بکنی، بعد همه این احزاب این روز به عنوان یک اعتصاب کلی یا حتی به عنوان یک سری به حساب انجام یک سری عملیات های هم بشن با هم دیگه به حساب انجام بدن. حالا مثلا احزاب کردستانی در کردستان مثلا دست بالایی دارن، احزاب مثلا دیگه در مرکز، ولی با هم، یعنی پروژه روی یک مورد مشخص. غیر از این دوتا راه من فعلا چیز دیگه به ذهنم نمیاد. بله متشکرم. آقای چیکو در یک تا دو دقیقه. بله خب دو تا مرحله رو ما باید تعیین بکنیم. یکی مرحله کنونی که همچنان جمهوری اسلامی مستقره و اجازه مدیریت اجتماعی رو به جامعه نداده و خودش این رو به صورت تسخیر کرده، و مرحله بعدی مرحله مدیریت اجتماعی. به نظر من برای این مرحله ما باید رو دو تا مفهوم به هم دیگه برسیم. در کردستان ابتدا بگم، یکی ملی بودن و دو دموکراتیک بودنه در کردستان، و حول حوش این دو تا به اصطلاح مفهوم ما یک اتحادی رو تشکیل بدیم و در مورد مسائل سراسری ایران یا خلقای دیگه ایران سه تا ستم عمده، یکی ستم ملی، ستم طبقاتی و ستم جنسی، این سه تا ستم بر تمام خلقای ایران مستولیه. میشه در چارچوب این مفاهیم در این مرحله به همدیگه نزدیک شد و میکانیسم های مبارزه رو تو این مرحله برای به عقب راندن دولت ایران انجام گرفت، و در مورد مدیریت آینده هم خب میشه به دموکراسی و به جامعه و به آرای عمومی سپرد. بله متشکرم. قطبندی و آینده سیاسی در کردستان، گفتگوی ما با آهوان چیاکو از حزب حیات آزاد کردستان پژاک و کاوه آهنگری از حزب دموکرات کردستان ایران رو شنیدید. از هر دو شما سپاسگزارم برای وقتی که ما دادیم. همشکر از شما.
رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.